أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يوسف يا ياد، بوي يوسف يا ياد، من بوي او رو میشنوم. او باید همین نزدیکی باشه. دوچار توهم شده ای بانو. یوسف کجا بود؟ نه من اطمینان دارم. او باید همین نزدیکی باشد. خوب نگاه کنید. دست بردار دیوانه. یوزارسی اینجا چه میکند؟ ببخش بانو، به اراده خودم نبود، اختیار از کف دادم. من از تو دلگیر نیستم. گله من از یوسف است. اگر می آمد این همه طعن و شماتت نمی شدید. ولی او می آید. بالاخره روزی این انتظار به پایان خواهد رسید. این مزاره فعلا خشکیده، ولی به زودی قحطی پایان میپذیرد. اینجا برای اشتغال بسیاری از کشاورزان مصر کافی است. اکنون همه این املاک متعلق به حکومت مصر میباشد. ما باید آن را بین کشاورزان بدون زمین تقسیم کنیم.
آنها برای خود بکارند و به حکومت مالیات بپردازند. خیلی خوب است. در این صورت برده ها صاحب زمین می شود. آره. نمیدانم اکنون در کنعان چه خبر است، با قحطی چه میکنند. ای کاش پدر و برادرانم بودم و در این زمین های پهناور کشاورزی و دامداری میکردم. بوده عظیم نیم که این گونه خوشه اوضای کنعان معلوم است. سرداران و کاروانیان بابل، این گندم‌ها را از کجا تهیه کردید؟ درود بر شما، از مصر. شما هم بروید، با دست تهی باز نمی‌گردید. تا مصر خیلی راه مانده است. برج‌های نگهبانی مصر معلوم است، راه زیادی نمانده. بروید. سپاسگزارم. خدا نگهدار. عجله کنید، سریعتر حرکت بکنید. آم، تا به حال با اکراه به سوی مصر می آمدید، حال چه شده؟ تا کنون چندان امیدوار نبود. شوید. سرما را که به تن پوش می توان چاره کرد. اگر از آسمان سنگ هم ببارد باز خواهم رفت. بمانید، هوا که بهتر شد با یک دیگر می رویم. این رسم عاشقی است که در کنج خانه بنشینند. این همه در پای آن مجسمه سنگی نشستی، انتظار کشیدی، چه شد؟ یوسف آمد؟ از این همه انتظار خسته نشدی؟ شما چرا نمیفهمید؟ از شب به امید دیدار یوسف دیده برهم نهم و صبح به امید دیدار او در کنار آن تندیس سنگی به انتظار می نشینم. انتظار یوسف همه ی زندگی من است. من هیچگاه ناامید نشده، از انتظار خسته نمی شدم. از یوسف فقط انتظارش برایم مانده. شما مرا هم از این من می کنید؟ ما هم به دنبال تو نخواهیم آمد. هر کجا می خواهی برو. تو دیوانه شده ای، مجنونی. اگر تو زندگی خود را تباه کرده ای، چرا ما تباه کنیم؟ برویم. من که در این هوا نمیتوانم بیرون بمانم. دلسوزی برای او بیفایده است. برویم. Thank you.
ببینم زلیخا، تو مگر خانه و کاشانه نداری؟ خانه ای به بزرگی قصر و به تنگی گور و به تاریکی زندان. چرا؟ دارم. هرچه باشد بهتر از اینجاست. اینجا بیمار میشوی. منتظر کسی هستم. گفتند می آید. اگر نیامد می روم. برویم. چه شد؟ شما که میخواستید با من کاری نداشته باشید. خیلی سعی کردیم اما نشد. ما به شما عادت کرده ایم. از کودکی چشم باز کرده شما را دیده ایم. در قصر شما رشد کرده ایم. جای دیگری را نمیشناسیم. دست از سرم بردارید. خلوتم رو برهم نزنید. ولی ما که نمیتوانیم شما را تنها بگذاریم. با شما که هستم تنها میشوم. همیشه و همه جا یوسف در کنار من است. شما که میایید ترکم میکند. نفسانیست؟ او جسم یوزار سیفرا میخواهد؟ اصلا برای زلیخا جسمی باقی مانده که تمنای جسمانی باقی باشد؟ هرچی پیرتر میشود دوست داشتنی تر میشود. احساس میکنم هم زلیخا را دوست دارم و هم عشق زلیخا را. نام و نشان خود را بنویسید. ما ده برادر هستیم. من لاوی هستم. شمعون، یهودا، جات، دان، زبولون، یساکر، اشیر، نفتالی، روبین. فرزندان یعقوب از اهالی کنعان هستیم. شما ده تن برادرید؟ برای چه به تپس آمده اید؟ دیگران برای چه می آیند؟ مثل دیگران. دیگران به شما مربوط نمی شود. به سوال من پاسخ دهید. علت آمدنتان به مصر چیست؟ ما برای تهیه گندم آمده ایم. در دیار ما کنعان هم قحطی شده است. حال باید چه کنیم؟ ما وظیفه داریم بیگانگان را شناسایی کنیم. باید بدانیم که آیا قبلا از اینجا گندمی دریافت کرده اید یا نه. آیا این گندم را برای فروش و تجارت می خواهید یا قحطی زده اید؟ نام و نشان و تعداد خود را بنویسید. این همه بهانه برای چیز؟ اگر نمیخواید گندم بفروشید چرا اذیت میکنید؟ این مقررات مصر است. اگر نمیخواید میتوانید بروید. گندمی در کار نیست. بس کن شمعون. من از شما پوزش میخواهم. اگر مقررات برای همه هست ما هم اطاعت میکنیم. حال بگوید چه باید بکنیم؟ مشخصات خود را روی آن پاپیروس بنویسید. ما آن را به جناب یوزار سیف نشان داده کسب تکلیف خواهیم کرد. شما و برادرتان تا رسیدن پاسخ باید پشت دروازه منتظر بمانید. اطاعت می شود. این که بحث و جنجال نمی خواهد. ما برای جنگیدن آمدیم یا تهیه گندم؟ عادت کردید همه جا شر بپا کنید؟ ای نبی خدا، مأمور دروازه سوریه میخواهد گزارشی بدهد. او را میبینید؟ بگویید وارد شود. درود بر عالی جناب یوزار سیف. درود خداوند بر تو باد.
بگو ببینم چه خبر آوردی؟ تعداد خارجیانی که در هفته گذشته از دروازه سوریه وارد شهر تبت شدن 390 نفر. هر نفر آنها یک گونی گندم از همان دروازه خارج کردند. آنها از هتیترها، هیتیها و خابیریها و اهالی شاماد بودند. مورد قابل ذکر دیگری نیست الا امروز که 10 برادر از اهالی کنعان قصد ورود داشتند. مانع آنها شدیم تا از شما کسب تکلیف نماییم. کنعان؟ 10 برادر؟ نام آنها را نپرسیدی؟ چرا علی جناب؟ نامهایشان را اینجا نوشتم. خودشان هستن؟ بنی اسرائیل؟ چه شده نبی خدا؟ اتفاق ناگواری افتاده؟ در این پاپیروس چه نوشته شده بود؟ هیچ بانو، فقط نام 10 تا خارجی کنعانی. مالک، آنها را با عزت و احترام به قصر آخراتون ببرید. شما را به خدا بگویید چه شده است؟ چرا سخن نمیگویید؟ دست تقدیر بالاخره برادرانم را به مصر آورده. آنها آمدن تا شاهد تحقق بعدی الهی باشه. بعد از 30 سال اراده خداوند بر این بود که تا به حال یکدیگر را نبینیم. فقط تقاضایم این است از وجود برادران من در اینجا با کسی سخن نگویید. خدایا سپاس گذارم. کجاست؟ اینها هستن. شما اهل کنعان هستید؟ آری، همه ما اهل کنعانی. شما که بیش از 10 نفر هستید. به من گفتن 10 برادر کنعانی. ما 10 برادر هستیم. ما بقی کنعانی هستن. من از طرف عزیز مصر آمدم. اگر به شما اهانتی شده یا وقت شما ضایع شده پوزش می‌طلبم. شما 10 تن می‌توانید به تبس وارد شوید. من مأمورم که شما را به قصر عزیز مصر ببرم. پس ما بقیه کنعانیان چه؟ آنان می توانند برای دریافت گندم بروند. شما با من بیایید. چرا ما 10 نفر؟ این را دیگر نمی دانم. از عزیز مصر بپرسید. بیایید. نگران نباش، شما برای دریافت گندم هایتان بعداً جلوی همین دروازه به یکدیگر ملحق خواهید شد. چهارپایانشان را تا بازگشت آنها به استاب برده نگهداری و تیمار. اصلا سر در نمی آورم. چرا با اون خشونت ما را نگه داشتند و با این عطوفت راه دادند؟ چرا ما را به قصر عزیز زمست دعوت کردند؟ آن خشونت از سر نادانی بود که مأمور دروازه کرد و این عطوفت از سر مهربانی و عرق مهمان نوازی است که عزیز مصر دستور داد. او در حق همه این گونه مهمان است. مردم مصر زارسیف را می پرستند. او با همه مهربان است. اما همه را به قصر دعوت نمی کند. و دلیل این را بهتر است از خود ایشان بپرسید. من نمیدم. لحظه ای بایستید.
بی نیاز نهاد. اینان برادران من هستند، اما هیچ کدامشان را نمی‌شناسم. اینجا قصر آخناتون فرمان روای مصر است. شما اولین غریبه هایی هستید که به این قصر را یافتید. ولی نه، آن که پیشاپیش همه کنار مالک حرکت میکند لاویست. او را خوب به خاطر دارم. بهترین برادر من بود و همان او مانع هلاک من شد. خدای چقدر موهای من سپید شده. ببین گذر زمان با آنان چه کرده. آن که بعد از همه ایستاده یهودا است، همه جا را با سوء زن می‌گیرد، به همه چیز مشکوک است، هنوز هم خبز دینت خود را حفظ کرده. خدای من، چقدر آنها بزرگ و نیرومند شده. امیدوارم بنیامین هم در میان آنان باشد. موهای سر و ریش بعضی از آنها سفید شده. آسمان، یعنی آنها هم مرا نخواهند شناخت. نگران نباش، تو از همه کوچکتر بوده ای، پس بیش از همه تغییر کرده ای، آن هم با این لباس. وارد شوید. امیدوارم. خداوندا، چگونه با آنان روبرو شوم؟ اگر مرا بشناسند؟ نگران نباشید، آنها برادران شما هستند، اتفاقی نمی‌افتد. برادرانی که قصد جان مرا داشتند و اکنون نمی‌دانم دارای چه خوی و خصلتی هستند. گذشته از اینها، برایشان نقشه‌هایی دارم که نباید مرا بشناسند. باز همین نشانه موعود. نمیدانم چه رازی در این کرم نهفته است که هرگاه با آن میاندیشم آرامش میرم. میخوام چند روزی آنان را نگه دارم. 30 چند سال هست آنان را ندیدم. و نباید بدانیم برای چه ما را اینجا آوردن؟ فکر میکنید عزیز مصر با ما چه کار دارد؟ نباید میامدیم. احساس میکنم در دامی افتاده ایم که رهایی ندارد. به عکس، من احساس امنیت میکنم و هیچ اثری از سوء نیت نمیبینم. اوامر انجام شد. حال شکنی. برادران من میهمانان ما هستند. چند روزی در اینجا خواهند ماند. به ممیساب و بگو وسایل راحتی آنان را به بهترین شکل ممکن مهیا کند. جناب ملک، احساس میکنم آنها آرامش خیال ندارند. نمیدانند برای چه اینجا هستند. به آنان بگو اگر عزیز مصر نیت سو داشت، آنان را به قصر نمی آورد. نگران نباش، آرامش آنان با من.
خوش آمدید. امیدوارم در اینجا خستگی راه طولانی کنعان را از تن به در کنید. چرا ما را به اینجا آورده اید؟ عزیز مصر با ما چه کار دارد؟ بیشک آن کس را که بخواهند مجازات کنند به قصر نمی آورند. اما این که عزیز مصر با شما چه کاری دارند، این را خود می دانند. من فقط مأمورم از شما پذیرایی کنم. میمی ساوات دوست نزدیک صدر اعظم در خدمت شما هستند و هر تقاضایی داشته باشید اجابت خواهند. من نیز به شما خوش آمد میگویم. پیشنهاد میکنم ابتدا استحمام کنید تا گرد و خستگی راه از تنتان بیرون رود. اصلا نفهمیدم دام کدام هست، جاد و عشیر، نفتالی و زبولون. چقدر تغییر کردند. با آنان چه خواهی کرد؟ آنان با من بد کردند، بسیار بد. ستمی که آنان با من کردند دشمنان خونی نیز با یکدیگر نمی کنند. حق آن است که به سختی مجازات شوند، اما من آنها را بخشیدم. همان لحظه ای که مرا به بردگی فروختند بخشیدم. پدرتان یعقوب چه؟ ایشان هم آنها را بخشیده است؟ نه، یقین دارم که اگر بداند با من چه کرده اند از آنها نخواهد گذشت. خداوند آنان رحم کند. باید برایشان کاری کرد. نفرین پدر بد است. من نیز جای شما بودم به سهولت آنها را نمی بخشیدم. بگو بعد از پذیرایی استراحتگاه را آماده کنم. فکر کنم خیلی خسته باشم. اطاعت آموزه. قصر فرامانه مصر که محل عبور و مرور خدایان و خدایزادگان، ببین محل رفت آمده چه کسانی شده. اینان اینجا چه میکنند؟ گویا مهمانان جناب یوزرسیف حکیم هستند.
بچه با وله میخورند. حتما در کنعان قحطی بیداد میکند که رنجی سفری طولانی را بر خود هموار کردند. اینها که این همه گرسنه‌اند، وضع همسر و فرزندانشان چگونه است؟ جلانگاه عنکبوت ها مثل درون من سرد و سیاه و متروک. نام شما را به خاطر دارم، اما اینکه کدام نام متعلق به کدام تندیس است را فراموش کردم. بورس فراموش کردم. تیا شغال انوبیس افتو افتیس کت. آری، نام هایتان این ها بود. من به اینجا می آمدم و تک تک شما را عبادت می کردم. آمون، راستی آمون کجاست؟ راستی آمون کجاست؟ آمون، دیدی چقدر جستجو کردم تا تو را یافتم؟ از این خوب می دانستم کجایی. به اینجا می آمدم و بعد می رخصیدم. راستی تو چرا هنوز ایستاده ای؟ مگر ندیدی که یوسف بزرگ شما را در معبد آمون چگونه سرنگون کرد؟ برابر خدای بزرگ یوسف باید خضوع کرد. در برابر او باید به سر خدای بزرگ یوسف باید به زمین افتاد. آمون، شما خدایان سنگی شرم نمی کنید که در برابر خدای بزرگ یوسف هنوز خدایی می کنید؟ یوسف شما را شکست و سرت را شکند. خدای یوسف تو شاهد باش من خدایانم را سرنگون کردم. یوسف میگفت تو همه جا شاهد و ناظری، همه جا هستی و همه چیز را میبینی. پس به یوسف بگو که زلیخا دیگر تندیس نمی پرستد. پروردگارا، از اینکه برادرانم را به من بازگردندی از تو سپاس گذارم.
دلم برای پدرم و برادرم بنیامین تنگ شده. آنها را نیز به من برسان. الهی، سالهای فراق طولانی شده، سالهای محض را تصدیق کرد. زمان نمی دانستم یوسف با که سخن می گفت و چه می گفت. هنوز هم نمی دانم. به راستی تو که هستی که یوزارسیف این همه عاشقانه ستایشت میکنن؟ یعنی تو شبیه آمون هستی؟ من که باور نمیکنم. من هیچگاه برای آمون نگریستم، برای هیچ یک از اون. اما بارها شاهد گریه های یوسف برای تو بودم. من برای یوسف بسیار گریه کردم، اما برای تو نه. عظیمی از مردم مصر یوسف را همچون معبودی می‌پرستند. تو که هستی که محبوب همه مصریان سر بر آستان تو می‌گذارند؟ بسیاری چون زلیخا در فراق او گریستند، اما او در فراق تو می‌گرید. تو باید معبود خوبی باشی، وگرنه چون یوسفی تو را نمی‌ستود و برایت گریه نمی‌کرد. خوشا به حالت یوسف که معبودی چون تو دارد. خوشا به حال تو که بنده ای چون یوسف داری. یکی از زنان اشراف تبس به همسر خود خیانت کرده است. فقط شنیدم عاشق شده است. باور نکنید بانی من، عشق مقدس است و عاشق اهل خیانت نیست. کار دل است، دلیل و منطق نمی شناسد. عاشق ناپاکی را به حریم پاک و مقدس دل راه نمی دهد. عوض را نباید عشق معنی کرد. آیا تا کنون عاشق شده ای؟ آری. او کیست؟
باید خیلی زیبا باشی که با وجود تو یوسف به همه زیبا رویان بی اعتنا شده. نمیدانم آیا آنگونه که به یوسف اجازه بندگی و راز و نیاز میدهی به دیگران نیز میدهی. چون یوسف پاک سرش نیستند، آیا سیاه رویان را نیز به حضور میپذیری؟ به درد دلهایشان گوش میدهی؟ یوسف که با همه مهربان بود، تو چطور؟ نمیدانم که هستی و چه هستی، اما اطمینان دارم که معبود یوسف باید یگانه و بی همتا باشد. بهترین و زیباترین باشد. اگر یوسف او را نمیپرستی، گریه کردم برای خدای یوسف، من نیز گریه کردم برای تو. کی میخواهید اینجا بمانید؟ شاید آنها نیامدن. بالاخره میآیند. ما که نمیتوانیم تنها برگردیم. ما یک شبانه روز است که اینجا منتظریم. اگر چند روز دیگر بمانیم و نیامدن چه؟ خاندان و بستگان ما گرسنه‌اند و منتظر. دیر برسیم قحطی آنها را هلاک میکند. پوزش میخواهم. آن ده برادری که با ما بودند چه شدن؟ ما نمیدانیم برویم یا که منتظر بمانیم. میدانم که مهمان عزیز مصر هستم، اما کی خواهند آمد نمیدانم. تکلیف ما روشن نشد. شما بروید، آنها خواهند آمد. معطل آنها نشوید. فرزندان اسرائیل برای مهمانی آمدن، نه تهیه گرد. انتظار بی فایده است. حرکت میکنه. قبیله و خاندان ما گرسنه‌اند. آنها به امید بازگشت ما و بردن گندم لحظه شماری میکنند. اگر عزیز مصر به ما اجازه رفتن دهند، سپاسگزار خواهیم شد. سه روز از ما را اینجا نگه داشتید. نباید علت آن را بدانیم؟ ما که برای خور و خواب به مصر نیامدیم. تعدادی از کنعانیان همسفر ما هستند. اگر نرفته باشند، اکنون باید بیرون دروازه منتظر ما مانده باشند. آن بیچاره ها چه گناهی کردند؟ صبر کنید. باز می‌گردم. تو فکر میکنی مرا خواهند شناخت؟
بستگی به زیرکی آنان دارد، اما من گمان نمی کنم. می دانیم آنها می خواهند جناب یوزارسیف را ببینند و علت حضورشان در اینجا را بدانند. تالار پذیرایی را آماده کنید. تخت مرا نیز در بالای تالار قرار دهید. کنعانیان برای شکوه و جلال ارزش زیادی قائلند و زود مخمور قدرت می شوند. آنان را به تالار ببرید. من نیز خواهم آمد. اطاعت خلجین. اگر مرا بشناسند همه نقشه های من برملا خواهد شد. تو در سنین افراهیم و منسه بوده یا آنها تو را دیدن؟ قطعا تو را به یاد نخواهند آمد. امیدوارم مرا به جا نیاورن. از این سو جناب صدر اعظم که وارد شدند احترام گذاشته و تعظیم میکنی، تا اجازه نداده سر بر میداری و تا سؤال نکرده پاسخ نمیده. سؤال کرد گوشتان با من باشد، کوتاه پاسخ میده. مرخصتان کرد ها، مرخصتان کرد تعظیم میکنید، رو به او تالار را ترک میکنید. جناب صدر اعظم، عزیز مصر، یوزارسیف بزرگ وارد میشوند. از نام و نشان خود بگویید. شما که هستید؟ ما فرزندان یعقوب پیامبر هستیم، از نوادگان اسحاق و ذریه ابراهیم. نام من لاویست. نام من هم یهوداست. من یساکر هستم. نام من اشیر است. بنده شمعون هستم. جاد هستم. من هم روبین هستم. من نفتالی هستم. دان زبولون. شغلتان چیست؟ در مصر چه میکنید؟ بیشتر دامداری میکنیم. کشاورزی هم در حد نیاز. دو سال است که در کنعان قحطی آمده. برای تهیه گندم به مصر آمده ایم. هر یک از ما تکفل عده‌ای را بر عهده داریم. امیدواریم عزیز مصر ما را از مساعدت خیش بهره‌مند فرماید. شما چند برادر هستید؟ 11 برادر. آخرین من بنیامین است که نزد پدر مانده. بنیامین؟ چرا او را نیاوردید؟ منظورم این است که اگر او و پدرتان را هم میاوردید دو سهم بیشتر گندم دریافت میکردید. ممکن نبود. نه، ممکن نبود آن دو را با خود بیاوریم. پدر من نابیناست و توان سفر ندارد.
ایشان به خاطر علاقه زیادشان به بنیامین او را از خود جدا نمی کند. شدت علاقه پدرتان به بنیامین از چیست؟ مگر همه از یک پدر نیستیم؟ ما از یک پدریم ولی از یک مادر نیستیم. بنیامین را از مادر برادری بود به نام یوسف که گرگ ها او را خوردند. پدر من از آن پس به جای یوسف مهر بنیامین را در قلب خود نشاند. با این وصف پدرتان علاقه زیادی به یوسف داشته. ضعف بینایی او هم به خاطر گریه زیاد در فراق یوسف است. آیا عزیز مصر از سخنان ما متاثر شدند؟ گمان نمی کنم. حال ایشان کمی مساعد نیست. همینک باز می گردند. شنیدی آسمت؟ گریه های مدام پدرم در فراق من چشمان او را کور کرده. در 30 و چند سال خدا می داند به او چه گذشته. آرام باشید نبی خدا، مهمان ها منتظر شما هستند، مبادا مشغول شوند. ای کاش پدرم اینجا بود، چشمانش را میبوسیدم، قدومش را به آب دیده میشستم. آیا میتوانم مشقتی که در فراق من کشیده جبران کنم؟ به خواست خدا به مصر که آمدن، غم این دوران را از دلشان می زداییم. دردی در سینه دارم که گاه طاقتم را تاق می کند. نکند سخنان ما عزیز مصر جناب یوزار سیف را آزرده است؟ نه، یاد مطلبی ذهن مرا به خود مشغول کرده. هرچه می کنم نمی توانم به شما اطمینان کنم. شما حقیقتی را در کلام خود پنهان می کنید. ما به جناب صدر اعظم اطمینان می دهیم که جز حقیقت نگفتیم. آیا شما آن برادر گرگ خورده را دوست می داشتید؟ این امر بدیهی است عالی جناب، او برادر ما بود. وقتی از برادری که تومه گرد شده سخن می گفتید، اندوهی در کلام شما مشاهده نکردم. کشته شدن برادر به دست گرگ حادثه تلخی است، نیست؟ نگفتم شما حقیقت را نمیگویید. گمان میکنم نیت اصلی شما چیز دیگری است. ولی عالی جناب، ما جز حقیقت نگفتیم. نمیدانیم سوء ظن شما نسبت به ما از چه روست. از کجا که همه این سخنان برای استتار نیت اصلی شما نباشد؟ مثلا از کجا که برای اخلال در نظم مصر و یا مقاصدی دیگر به اینجا نیامده اید؟ از کجا که اجیر شده ای سلاطین دیگر نیستید؟ نه عالی جناب، این تهمت ها در شأن فرزندان انبیا نیست. ذریه انبیا از این تهمت ها مبرا هستند عالی جناب. گویا شما از خطای پیامبرزادگانی چون پسر نوح و قابیل فرزند آدم بیخبرید.
از کجا بدانم حقیقت را میگویید؟ میتوانید ثابت کنید؟ ما حقیقت را میگوییم عالی جناب. سوگند میخوریم. به جای سوگند در سفر آینده برادر کوچکترتان را به مصر بیاورید. با دیدن اون صدق گفتارتان برایم روشن میشود. میبینید که من هم خوب پذیرایی میکنم و هم پیمانه گندم را کامل میدهم. اگر برادر کوچکترتان را با خود بیاورید اونی سهمی میگیرد و اگر نیاورید به هیچ یک گندم نمیدهم. گندم های اینان را کامل بدهید مثل دیگران، بهای آن را نیز از آنان بستانید. در سفر آینده شرط ما فراموش نشود. خدا نگهدارتان. امیدوارم که خداوند از خطاهایتان بگذرد. شما به پدر و برادرتان بد کردید. من از شما گذشتم. امیدوارم که پدر نیز بگذرد. بهای گندم برادرانم را که دریافت کردی در فرصتی مناسب عیناً درون بارهایشان قرار دهید. من بعداً بهای آن را خواهم برداشت. اطاعت آن جناب. پوزش می‌خواهم. چه شد که نبی خدا خود را به برادران معرفی نکردن؟ آنها اصلا نباید بدانند تا به وقتش آگاهشان خواهد. سکه‌هایشان را می‌گیرید و در بارهایشان می‌گذارید. چرا از ابتدا گندم‌ها را رایگان به آنها نمی‌دهید؟ اگر آنان سکه‌هایشان را درون بارهایشان بیابند به مصر باز می‌گردند. هم برای دانستن علت این بخشش، هم برای دریافت گندم رایگان. شما که این همه اندوهگین پدر هستید، چرا به جای بنیامین نگفتید او را با خود بیاورند؟ پدر؟ نه. پدر به محض دیده من را خواهد شناخت و خواهد فهمید که برادرانم با من چه کرد. خب بفهمن. بگذار دروغشان آشکار شود. چه اشکالی دارد؟ اگر پدر بداند برادرانم را نفرین می کند. نفرین پیامبر خدا برادرانم را نابود می کند. به خصوص که آنها هنوز دروغ می گویند و توبه نکردند. در نهایت چه؟ میخواهی یعقوب نبی همچنان در فراق شما زرچ بکشد؟ نه، ابتدا باید برادران توبه کند. خداوند که از آنان بگذرد خشم پدر نیست برو خواهد نشست. چگونه میخواهی آنها را به توبه وادار کنی؟ بعدن خواهید دانست. بنیامین را به خاطر همین به مصر خواستم. امیدوارم طریقی که اندیشیدم نتیجه دهد. نمیدانم چرا احساس میکنم که عزیز مصر را یک جایی دیدم. به نظر شما آشنا نیامد؟ چرا؟ به یاد دارم که چندین بار با هم در صحرا گوسفند چرانی کردیم. راست میگویی لاوی، من هم احساس کردم که او را میشناسم. بروید و گندم هایتان را تحویل بگیرید. بروید. Thank you.
این دیگر چیست جناب میمیسا؟ این هدیه ماست. ممنونی. این آرد را تا مقصد توشه راه کنیم. خمیر کردن و نان پختن که میدانی. از پذیرایی شما بسیار سپاسگزارم. سفر خوبی داشتی. مگر پدر اجازه میدهد که بنیامین را با خود به مصر بیاورد؟ با آن خاطره تلخی که از یوسف دارد بدیهیست نخواهد گذاشت. آیا او حق ندارد؟ ما با برادر خود بد نکردیم؟ لااقل توبه هم نکردیم. اگر توبه کرده بودیم اکنون پدر اجازه میدهد. چاره ای نداریم، باید سعی کنیم در سفر بعد بنیامین را با خود بیاوریم. اگر نه از گندم خبری نیست.